تو امثال تو را مقطوع میکردن. صدا تو تصویر مرا به خاطر بسپار، ما نیز تصویر چهره تو را به خاطر داریم. مردم، من و همرزبانم در ارتش تا آخرین نفس در راستای احقاق حقمان در کنار شما ایستاده ایم. مسئله اول و آخر عدالت آزادی میهن است. ما درود همراهان زاگرس. کمتر از یک روز بعد از حمله موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به آسمان اسرائیل، در برنامه از بخشی از نیروهای مسلح برای نیروهای مسلح کنار شما هستیم. دو همراه با ما، شهرام سبزباری از پرسنل سابق ارتش و کاپتان فرهاد نصیرخانی از اعضای مشهور تیم آکروجت تاج طلایی ایران، دعوت ما رو پذیرفتند. همراه ایشون خواهیم بود با تجربیاتشون از نیروهای مسلح به ویژه ارتش در دوران پادشاهی ایران، دورانی که نیروی هوایی شکوه داشت. قبل از اون پرسش‌هایی رو مطرح می‌کنیم در رابطه با اوضاع منطقه، چون همه جوره بر زندگی مردم روح و روان و سایه افکنده. نظر این دو عزیز رو خواهیم شنود و بعد هم میریم سراغ بحث‌های همیشگی ما، نارضایتی نیروهای مسلح که اتفاقا یکی از گوشه های اون اعتراض پرسنل و خانواده های ارتشی ها به بنیاد تعاون مسکن بتاجا بود. به هر دو مهمان گرامی درود میفرستم. جناب نصیرخانی. درود بر شما جناب احمدی. روزتون بخیر. درود حامد جان، خوشحالم دوباره تونستیم پیش هم وایس جمع بشیم و این برنامه زاگرس رو با یکی از پیشکسوتان نیرو هوایی، گنجینه‌هایی که هنوز کنار ما هستند و میتونیم از تجربیاتشون استفاده کنیم، داریم پیش میبریم این برنامه رو. اینجا درود ویژه میفرستم به کاپیتان نصیرخانی و ارادت خاص دارم نسبت ایشون، هستم در خدمتتون. شهرام، این نکته رو بگم، من وقتی که با کاپیتان نصیرخانی تماس گرفتم برای دعوتشون از این برنامه، چانه زدم به هر طریقی سیاسی که برای هفته گذشته ایشون رو دعوت بکنم. یک کلام فقط گفتن 14 آوریل ولاغه، یعنی ذره این خصوصیت نظامی هاست دیگه آمه جان. میدونی که نظامی ها یه خشکی و یه لجاجت خاصی دارن، اون به خاطر تربیت نظامی واران است. نگاه به این نکن که میان اول یه دونه قرآن و یه جز قرآن رو میخونن، بعد میان تازه صغرا کبرا را میچینن، بیان یه دستوری بدن، اون افتضاح دیشب هم به بار میاره. نظامی هایی که در گذشته تربیت شدن یک کلام آنلاینم، از زمانی هم که گفتن آنلاینم دقیق آنلاین بودن و فکر کنم اولین نفری بودن از مهمانان که با خیال راحت در برنامه دقیقاً همیشه. ممنون از شما. از خود کاپیتان نصیرخانی شروع میکنیم. دیروز حمله اتفاق افتاد، به هر حال دست کم 300 پهپاد و موشک انباش کروز یا بالستیک به سمت اسرائیل پرتاب شد. به قول ستاد فرماندهی ارتش اسرائیل، 99% اونها در هوا شناسایی منهدم شد و تعدادی از اونها خب در مزارع اطراف سقوط کرده بود. چطور ابعاد اون رو بررسی میکنید؟ اولا به نظر من قضیه خیلی آبکیه. یک کشوری پهباد میخواد، این پهبادا سرعتشون خیلی کمه، از ایران بلند که میشن اینا رصد میشن، 8 ساعت طول داره تا به مقصد برسن، تو راه یک دونهشون سالم نمیرسه به اونجا. اون کسی که این برنامه رو طراحی کرده، من نمیدونم اکابر بوده، کجا درس خونده، چه بیشتر جنبه تبلیغاتی و ظاهرسازی. من اونجور جدی تلقی نمی کنم این ماجرا رو. خیلی احساس شما اینه که مصرف داخلی داشته، احتمالاً برای هواداران خودش. بله بله، یه جوابی داده باشن، هی تو سری خوردن، هیچی نگفتن، با ما یه کاری کرده باشه. خیلی خیلی نقصه آب، خیلی سطحیه، خیلی بچه بازیه. تیم سر، یک سوال دارم. حالا به هر حال شما حتما از نزدیک در جریانش بودید. اتفاقی شبیه یک تعرض به هر حال در زمان پادشاهی افتاد و نیروی هوایی دست به کار شد. چه تفاوت و یا شباهتی بین قدرت سیاسی و نظامی ایران در آن دوران و این دوران می‌بینید؟ قائله‌ای که شاید کمتر از 48 ساعت در اربند تمام شد با کشمکشی که الان می‌بینید. می‌دونید جنگ چیز گرونیه. شروع جنگ کار ساده‌ایه، مداومتش مهمه. کشوری باید
یه زیربنای اقتصادی بسیار محکمی داشته باشه تا بتونه جنگو ادامه بده. جنگ که یه روز نیست که. حالا امروز 500 تا درون فرسته، چند روز میتونی 500 تا بفرستی؟ 3 روز، 5 روز، 10 روز؟ اون کشوری پیروز میشه که قدرت اقتصادیش قوی باشه بتونه دوام بیاره. جنگ دوم اگر امریکا تونست برنده بشه، قدرت اقتصادیش بود، برای اینکه در روز 500 تا آپا میساخت، هیتلر نمیتونست حتی 15 تا بسازه چون راه ها رو زده بودن کارخونه آخر. مداومت تو جنگ، این وضع، همه وضع اقتصادی ایران رو میدونیم چجوری، این ادامه نده. یه جرقه میزنن، یه سری مصرف داخلی دارن و من نه، من چیز جدی نمیبینم اونو. آقای سبزباری شما چطور فکر میکنید با این بضاعتی که جمهوری اسلامی داشت، این عملیات حتی در خور اون ادعاها و بلوفایی که داشت بود؟ ببین حامد جان، یه مسئله قشنگی که جناب نصیر خانی کاپتان فرمودن، گفتن که این که شما بخواید جنگ رو شروع بکنی خیلی ساده است، ولی تداومش یا پیروزی یا به اون اهدافی که میخوای برسی اون خیلی مهمه. وقتی شما میخوای یه حمله ای رو ترتیب بدی، قطعا یه سری اهداف رو برای خودت برنامه ریزی میکنی، طراحی میکنی. اگه من بخوام مثال بزنم به همدورهای جناب نصیر خانی، وقتی عملیات طراحی میکردن، میتونم قشنگترینش و بی سابقه ترینش در قرن و اجسر رو مثال بزنم که جناب ایزد ستا طراحی کرده بودن، عملیاتی که بی نظیر بود. و این قبلش تقریبا میشه گفت از برنامه ریزیش که در خفای کامل بود، بعد رفته بود در قرنطینه، یعنی افرادی که حتی تو عملیات ایزایی میخواستن شرکت بکنن، عملیات فریب شرکت کنن، سمت کرکوک پرواز بکنن، گول بزنن سیستمای راداری رو، اون خلبان هم حتی توی قرنطینه بودن و تا ثانیه آخر خودشون هم حتی نمیدونستن کجا رو قرار بزنن، فقط داشتن بریفینگ میشدن. ببین اصل غافلگیری تو یک حمله خیلی مهمه. ما اصل غافلگیری اینجا نداشتیم، ما اینجا بیشتر بالیوودی دیدیم، اومدن گفتن ما میزنن. یه کشوری وقتی اینجوری اعلام میکنه من میزنم، انقدر باید به قدرت خودش مطمئن باشه که بره اونجا رو شخ بزنه و برگرد. 180 تا درون پرواز دادن، حالا شاید 136 راحت تر بگیم، با موتورهای اره برقی، همین بنزینی ها، موتورهایی که مثل صدای موتورگازی ریکس هم میدن. خب این طول مسیری که میخواد بره 8 ساعت قطعا رهگیری میشه و بالاخره یه جوری تو این مسیری که داره میره 1000 کیلومتر زده میشه. از پیش هم تو تعیین کردی فلان ساعت فلان دقیقه من شلیک میکنم، خب این چه جور پسند. بعد جمهوری اسلامی یه بازنده این قضیه بود که دست خودشو کامل باز کرد. ببین هم موشک کروز شلیک کرد، هم موشک خیبر شلیک کرد، هم بالستیک خیبر، منظورم خیبر موشک بالستیک شلیک کرد، هم اومد از پهپادهای خود انهدامیش استفاده کرد یا پهپادهای انتحاریش استفاده کرد. پهپادها که به کل از رده خارج شدن، هیچ کدوم به حتی حریم هوایی اسرائیل نرسیدن. موشک های کروزش هم، اون 30 تا موشکی که شلیک کرد، هیچ کدوم به حریم هوایی اسرائیل نرسیدن و منهدم شدن در هوا. موشک های بالستیکی هم که به خاک اسرائیل رسیدن، تو بیابونا خوردن یا تو زیر ساختا خوردن و هیچ تلفات چشمگیری نداشت. رسما همینجوری که جناب نصیر خانی فرمودن، من سیرک میدونم و بیشتر نمایشی بود برای اینکه اون تونروهایی که میگن بزن 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 و راضی کنن، از طرف دیگه یک باخت مهم تو این قمار دادن که اینکه دستشون باز شد و این موشکایی که تا امروز هی نمایش میدادن، تو تونل‌ها نشون میدادن، رژه میرفتن باهاش تابلو درست میکردن، ما موشک داریم آن سوی نمیدونم 2000 کیلومتر، 3000 کیلومتر، 4000 کیلومتر رو میزنیم، نشون داد که نه همچین قوتی نداره. ضمن اینکه ریزشی هم که بین راه داشته که دیگه اصلا زبان زد بوده، بخشای این موشک‌ها تو اردن خورده زمین، تو عراق خورده زمین، تو شیراز خودمون خورده زمین، اصلا یه بازی بود. اینجوری بگیم صدات بسته است حامد، حامد صدات بسته است. اگر ویدیوهای آماده باشه از کوهمهر، جایی که کوهمره اطراف شیراز که این موشک ها یا پهپاد سقوط کرده و همینجور ویدیو عکس هایی که آمده از وضعیتی که زندگی مردم رو زده نابود کرده، جناب شوکتی میتونیم اینها رو داشته باشیم؟
سه لاشه موشک کنار رودخانه باغ صفدر شاهین همکنون خونساز شده. اینم رودخانه. ۲۶ یک 1403 لاشه موشک. شاید هم ویدیو رو دیدی، عکسای زیادی هم مثلا ممکنه این برنامه هم بتونیم اونها رو ببینیم. قبل از اینکه این اتفاق بیفته خیلی بلوف میزدن که این موشک ها قدرت سر جنگیش انقدر است، میزان مخزنش انقدر، طول برد اونها راجبش دائم میگفتن که ارتقا پیدا کرده. اما یکی دو نمونه از اونها قبلا هم در کرمانشاه در رزمایش های عملیات قبلی سقوط کرده بود. مواردی هم بود که در گرگان اگر خاطرت باشه 3-4 ماه پیش یا 5-6 ماه پیش این اتفاق افتاده بود که سقوط کرده بود. در سیستان و بلوچستان هم این اتفاق افتاده. این رو مربوط به بنیه سپاه پاسداران میدونیم یا اصلا از اساس اینها همچنان که ایران خودرو توانایی ساختن ماشین جنس خوب و با کیفیت رو نداره، صنایع موشکی جمهوری اسلامی هم همون قد ضعف داره؟ ببین اصل عمده این قضیه، حالا من میخواستم اینجا برم روی دفاع هم بگم، صنایع موشکی ایران، ایران که نه، صنایع موشکی جمهوری اسلامی مثل صنایع خودرویشه، مثل صنایع های دیگه شه. مثلا الان مثلا خودروی سفیر یا هامر درست کردن، وقتی شما میری میبینی موتور نیسان وانت رو آوردن گذاشتن روی شاسی که مثلا به شکل ماشین های امروزیه، ظاهر همونه، ظاهر مثلا یه هامر آمریکاییه ولی تواناییش اندازه یک نیسان باریه. خب یه همچین ماشینی کارای نظامی نداره که. موشک ها هم وقتی از قطعات تجاری درش استفاده میشه، جی پی اس های تجاری هست، جی پی اس نظامی نیست، خب انحرافش زیاد میشه، توی جمینگ گسترده مسلما به هدف نمیرسه. این اشتباهی که اینا کردن، اومدن مثلا توی جمینگی که بمبای مغناطیسی یا توی محیط مغناطیسی که آمریکایی‌ها و همپیمانانشون تو منطقه ایجاد کردن، اومدن 180 درون رو پرواز دادن، 180 شاید 136 رو پرواز دادن. فکر کردن مثلا جنگ اوکراین مقطعی میره با فاصله 100 کیلومتر یا نهایت 50 کیلومتر میخوره به هدف. نه، وقتی مسافت زیاد میشه اون جمینگا میتونن خودشون رو اصلاح کنن، با توجه به اینکه از هوش مصنوعی بهره میبره، تاثیر بذارن رو سیستم هدایت و سیستم هدایت رو مختل کنن و بزنن زمین. حالا من برمیگردم روی مسئله دیگه، با توجه به اینکه تخصص کاپیتان، یکی از تخصصهای کاپیتان لوجستیکه. ببینید یه تر چابکسازی بوده، من نمیدونم حالا کاپیتان چقدر از این اطلاع دارن، اینا اومدن به اسم چابکسازی لوجستیک کلاسیک ارتش رو از بین بردن و لوجستیک رو دادن به پشتیبانی ها، یعنی اون آمادگاه هایی که وجود داشت و کلن از بین بردن. من حالا میخوام بدونم آیا به نظر شما کاپیتان این لوجستیک رو به این شکل از بین بردن، شما از این قضیه نمیدونم چقدر اطلاع داشتید یا مطالعه کردید، به نظر شما چه تأثیری میذاره وقتی اینا بخوان یه نیروی بازدارندگی داشته باشن یا یه نیروی دفاعی داشته باشن؟ سردرگمی ایجاد نمیکنه بین نیروها وقتی شما لوجستیک قوی نداشته باشی، تامین نتونی بکنی؟ مسلم اصل اول موفقیت بر کار لوجستیکه. من اولین سری بودم از خلبانان که تخصص لوجستیکی دیدم و معاون لوجستیکی پایگاه تبریز بودم. اصل اساس یک کاری موفقیت در یک کاری لوجستیکه. شما لوجستیک نداشته باشی هیچی، بنزین نداری، لوجستیک نداشته باشی پرسنل نداری، پرسنل باید یه جوری بیان سر کار، هواپیما باید یه جوری پشتیبانی بشه، تانک باید یه جوری سرویس بشه، آماده بشه. به لوجستیکی بازی کردن با لوجستیکی خطرناکه. شما چیزی که در طول صدها سال پرورش یافته، ریفاین شده، این به دلخواه این برانبر کرده. من نمیدونم اینا چی کار کردن، ولی قدرت در صنعت موقعی که شما اون پیچی رو که امروز میسازی پیچ هزارومی هم مثل پیچ اولی باشه، یعنی اون دستگاهی، اون قالبی، اون ماشینی که این پیچ اولی رو میسازه باید قادر باشه 10,000 تا 100,000 تا پیچ یا این هم بدون کوچکترین چیزی درست بکنه. ایران همچی قدرتی رو نداره. هم اشاره کردیم به ماشین سازیش، به فلان، به
تنهای به همین دلیل همیشه توی جای درجه سه و هر چی در ما دنبال درجه یک بودیم اون موقع درجه یک همه چی بودیم اینا دنبال درجه نمیدونم پنج هم نمیتونن اونم به خاطر مدیریت ضعیف پارتی بازیه به خاطر حقوق بازیه دروغه اینا سر تا پاشون دروغه حتی در مورد ارتش هم دروغ میگن در مورد همه چی دروغ میگن از روز اولی که سر کار اومده صفحه اول کیهان اون 22 بهمن رو نگاه کنید هر چی تو اون صفحه اول نوشته دروغه با دروغ سر کار اومدن با دروغ ادامه میدن خیال میکنن ارتش هم با بلوف میگذره کار نه خب یه چه دست شما رو میشه جناب نصیر خانم شما بکن شهرام شما بکن من میخواستم راجع به همین لوجستیک عرض کنم خدمت جناب نصیر خانی که چی کار کردن جناب نصیر خانی اونجور که من مصاحبه های گذشته شما برداشت کردم شما در یگانهای مختلفی طی این مراجع مدارج درجاتتون رو گذروندین تا رسیدید به معاونت لوجستیک پایگاه تبریز عرضم به حضور شما اگه خاطرتون باشه کنار هر پایگاه شکاری یک پشتیبانی هم از نیرو هوایی هم از نیروی زمینی وجود داشت و اینها یک آمادگاه اصلی عمومی داشتن یه سری انبارهای عمومی و اصلی داشتن که اول جنس ها اونجا دپو می شد بعد بر اساس نیاز یگان ها به یگان ها ارسال می شد همینجور لوجستیک ها می آمدن نفرات رو تقسیم می کردن پورسانت نفری پورسانت احتیاج هر یگانی رو براش تقسیم می کردن اومدن این بخش آمادگاه های اصلی رو کلن حذف کردن یعنی هیچ چیزی که مثلا آمادگاهی که نزدیک تبریز بود آمادگاه مراغه بود آمادگاه اصلی عمومی که نزدیک تبریز بود جنس ها اول اونجا دپو می شد بر اساس خواست پایگاه شکاری تبریز و پایگاه کرمانشاه اینا برمی داشتن پشتیبانی منطقه یک و آمادگاه هایی که داشتن توزیع کالا می کردن یا توزیع جنس می کرد الان اون قضیه دیگه نیست قضیه فقط شده یک پشتیبانی صرفا پشتیبان حتی در سطح مثلا بیمارستان ها هم کم کردن اینو و قطعا اگه یه جنگ بزرگ در بگیره لوجستیک کل نیروهای ارتش زمینگیر خواهد شد و لوجستیکی که نتونه از شربت آب لیمو سربازی که لب خط مرز جنوب ایستاده تا چایی سربازی که توی شمال کشور در لب خط مرزی تبریز سردسیری و ایستاده تامین بکنه اون لوجستیک فاتحش خونده است و به نظر بنده فاتحه ارتش خونده است و فاتحه یگان نظامی خونده است و هیچ توان رزمی نداره حالا شما به عنوان یک پیشکسوت میخوام ببینم نظرتون راجع به این توضیحاتی که بنده دادم چی هست درست میفرمایید ما اون موقعی که من بودم حداقل در این اینو که میتونم به جرات بگم موقعی که من بودم پایگاه ها مستقل بودن پایگاه دوم مستقل شکاری سوم مستقل شکاری پایگاه ها ضمن اینکه مستقل بودن با همدیگه هم از طریق کامپیوتر وصل بودن یعنی اگر هواپیمای تبریز یا هواپیمای افمنت یه قطعه میخواست یه لاستیک میخواست میرفت پایگاه های دیگه ای که کامپیوترایز شده بود لوجستیک ایران پایگاه های مشابه که هواپیمای مشابه داشتن انبارای اونا رو اول انبارای خودمون رو چک میکرد اگر نبود انبارای پایگاه های مشابه رو چک میکرد اگر نبود میومد تهران رو چک میکرد و اگر نبود سفارش میداد به امریکا که قطعی بید. هر روز ما یک هواپیمای جامبوجت تو مسیر امریکا داشتیم و یکی در حال برگشت بود هر روز ما یک هواپیمای 330 یا جامبوجت بین پایگاه ها داشتیم از تهران بلند میشد دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم ده تا پایگاه رو قطعات رو میرسوند و برمیداشت بود این سیستم بود که این 10 تا پایگاه مثل ساعت داشت کار میکرد صدها سورتی هر کدوم پرواز میکردن 10 تا پایگاه تو چابهار یه گردان بود شما چابهار وقتی یه گردان میخواد پرواز کنه از روغنشون رو کبریتی که باید روشن بکنه تا بنزین آب ما تا متخصصش تا قطعاتش تا تمام اینا باید پیش میش آماده بشه بنزین باید سوار تانکر شه از یه جای سوخت جی پی فورد برسه به چابهار و این مداومت داشته باشه از که اولش شروعش مهم نیست شما یه گردان رو بفرستی بعد
یه تانکر هم بسید. ولی اگه این بخواد عملیات بکنه این باید مداومت داشته باشه هر روز. این سیستم وقتی این سیستم امتحان شده بود، آزمایش شده بود، پروف شده بود، وقتی اینو انگولکش بکنید نتیجه همین میشه که میبینید. همزمان با عملیات دیشب سپاه شهرام، به نظر میاد در تهران یکی دو هواپیما رو بلند کردن از پایگاه شکاری مهرآباد. حالا به هر حال سر و صداش ویدیوش آمد که مردم شنیدن به گوشش. پرسشی که از جناب نصیر خانی دارم پرسشی است که در واقع مردم در شبکه‌های اجتماعی مطرحش میکنن. جناب نصیر خانی، در بر اساس اساسنامه وظیفه ارتش حفظ و حراست از کیان کشور و مردم است. وظیفه خاص خودش رو داره. وظیفه سپاه پاسداری از نظام جمهوری اسلامی ایران. بله. اما هرچه که بیشتر از عمر انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی گذشته عملا ارتش منزوی تر شده. دیروز دیدیم زمانی که فرمان حمله رو خواستن صادر بکنن 4-5 فرمانده سپاهی نشسته بودن اونجا و با رسم و رسومات کربلایی خودشون در واقع عملیات رو پیش بردن. این که امروز ارتش ایران انقدر منزوی است با وجود فرماندهان چاکر معابی که دارد به چه معناست؟ و پرسش دوم، آیا این به نظر شما برای ارتش در این مقطع بهتر نیستش که اینقدر منزوی است، در واقع آلوده نمیشه به ماموریت های سپاه که براش درد سرها رو بیشتر بکنه؟ چون ما معتقدیم اساس این سازمان همچنان ملی است. بله درسته، این که به نفعش هرچی دور بکنه خودش از سپاه و این مسخره بازی های این آلودگی های اینا تمیزتر میمونه، پاکتر میمونه. سیستم قبل زمان ما ملاک ترقی تخصص بود، هر کی از کسی بغلیش بهتر پرواز میکرد، بهتر تیر مینداخت، بهتر قادر بود یه ماموریتی رو انجام بده، جلوتر میافتاد از کسی، اون کسی که یه خورده از اون پایین تر بود. به جایی رسیده بود که همه مثل هم بودن، همه خوب بودن، چون رقابت باعث شده بود که همه خوب بشن. اختلاف در این بود که یه نفر تو این 4 سالی که فاصله درجه قبلیش تا الان یه روز مریض شده، این یکی نشده، حالا این که نشده یه خود جلو میافتاد. به طور مثال وقتی ملاک رو تخصص بود نتیجهش اون بود، وقتی ملاک رو هم چیزهای دیگه است غیر از تخصص، پارتی بازی نمیدونم ادای اسلامی بودن و در آوردن و ریش گذاشتن و الله اکبر گفتن و صلوات فرستادن، این مسئله بود. وقتی ملاک اینا باشه اینم نتیجه شد دیگه، اینم ارتشی که دارن دیگه، اینم سپاهی که همه چی رو هم دادن دست سپاه، ارتش تو سری خور شده، ارتش خاک بر سر شده، ارتش رو پست کردن، درجات سپاه رو بالا میبرن درجات. من که خوشبختانه این شانس رو داشتم که شاهد این بدبختی اینو نباشم، ولی واقعا از گوش کنار که میشنوم تاسف، مثلا جای متاسف میشم از این چیزایی که میشنوم. چه کردن؟ خونه های سازمانی رو اجاره دادن به مردم، با آسایشگاه خلبانا رو که خلبانای مجرد و هتل کردن برای به مردم شخصی در بوشهر اجاره میدن. اصلا یک کثافتکاریه که آدم به فکرش نمی، اصلا باور نمی کنه. فکر می کنیم داستانی اینو می شنیم ولی حقیقت داره. بهتره که همو ارتش خودشو بکشه کنار از این مسخره بازی. حالا که اینجوری شد با اون درآمدشون بیچاره به سختی زندگی میکنن، گریهشون در اومده. من اول خدمت حقوقم 900 تومن بود، نمیدونم رفتم از 300 تومنش گرمسیری بود، وقتی رفتم همدان 300 تومنش هم کم شد، 600 تومن حقوق من بود، ازدواج کردم، ما زندگی میکردیم با همون 600 تومن، ماشین داشتیم، خونمون رو داشتیم، البته خونه سازمانی بود، ولی زندگی میکردیم و تعطیلاتمون رو میرفتیم، بچه‌مون به دنیا میومد، تمام کارهایی که یه خانواده باید انجام بده. تا زمانی که رسید، موقعی که انقلاب شد، من بالای 15 نزدیک 16,000 تومن حقوقم بود. وقتی از تبریز اومدم تهران خیلی به راحتی خونه خریدم تو قیطریه، خیلی به راحتی، یعنی وقتی رفتم اجاره بکنم، وقتی دیدم برای فروش گفتم خب میخرم به همین راحتی. کجا شما میتونی هر امروزی همچی کاری بکنی؟ همه
همه چی شده سلواتی تو این سیستم. باید به عرضتون برسونم قربان که خانه اصفهان اگه یادتون باشه خونه های آمریکایی سازای خاطرتون هست، اونا رو هم بالا کشیدن بین خودشون آخوندات کاهنان معبد همون عقیدتی ها تقسیم کردن و بخشش هم حتی فروختن رفت و حتی به اون خانه اصفهان اون خونه هایی که ساخته شده بودم رحم نکردن چون منطقه گرون قیمتی شد تو شهر اصفهان و فروختن. همینجور که فرمودید صحیح هم فرمودید، ضمن اینکه خونه های سازمانی رو دارن اجاره میدن، ضمن اینکه اون زمینایی که مرغوب بود مثل پادگان 06 آموزشی 06 که تو سلطنت آباد سابق یا پاسداران امروزی بود اونو برداشتن تخص کردن و فروختن. الان یک مشکل بزرگی که پرسنل ارتش باش مواجه هستن میدون تیر چیتگر اگه خاطرتون باشه که همه ارتشی ها میرفتن اونجا آموزش میدیدن، اونا اومدن گفتن خونه بسازین تحویل ارتشی ها بدین، یک پول هنگفتی از اینا گرفتن، یه چیزی بالای 10 ساله نزدیک به 12 یا 13 ساله پهنه های مختلف داره، A, B, C داره. کارو به جایی رسیدن که مثلا من شما ایکس همکارا خونه متری بخریم، مثلا من 30 متر یه خونه رو بخرم، 10 متر یه خونه رو، یه آپارتمان رو بخرم، اینقدر حقارت. امروز همون بچه‌هایی که حالا گردن بند زنشون رو فروختن، ماشینشون رو فروختن، همون با 1000 بدبختی قرض قول پول جور کردن، دیروز اینا اجتماع کرده بودن و اومده بودن توی خیابون و میگفتن حق ما رو کی میخواد بگیره، بردنشون تو سالن اجتماعات همون پایین ستاد نیرو الماس، اونجا هم مسئولین ارتش و بتاجا رو همون بچه های ارتش هو کرد و واقعا درد بزرگیه. امروز ما حالا روز ارتش رو اینجوری میبینیم با توجه به ارتش شاهنشاهی که اون همه امکانات در اختیار پرسنل بود و 20% حقوقشون بالاتر بود، بیمارستان رایگان بود، خدمات پزشکی رایگان داشتن، تقریبا میشه گفت یه خلبانی که میرفت از موقعی که میشست توی کابینت رو استارت رو میزد هیچ غم غصه نگرانی از خانوادهش نداشت، میدونست خانوادهش تأمینه. امروز اون نیست، امروز وقتی اون خلبان میخواد بشینه اون نگرانیه رو داره، اگه من برم مثلا بلایی سرم بیاد خانوادم چه بلایی سرشون میاد. اینا تفاوت هایی هست که ارتش امروز داره با ارتش دیروز و توجه بکنیم ما چون ارتش یه نیروی بین المللیه و تقریبا همه جا روش حساب باز میکنن، توی این فرمان حمله ای که داده شد خوشبختانه کسی با لباس ارتش حضور نداشت. حالا اگه بیان این چاکران آقای خامنه ای بیان بشینن بگن آقا ما ارتش و سپاه یه واحدیم، اینا مهم اون قابیه که ما دیدیم که ارتشی ها داخلش حضور نداشتن حالا به هر علتی که بود. دارم محاسبه میکنم وقتی که داشتن صحبت میکنم. بله الان سریع برمیگردم از خودشون دوباره پرسش رو مطرح میکنم. وقتی که میگن در سن جوانی بعد از فارغ التحصیلی میزان حقوق انقدر بوده که حالا بعد از چند سال سیف کردن میشد در قیطریه تهران خونه خرید، یعنی در هر جای دیگر ایران میشه خونه خرید و زندگی آبرومند و شرافت. ایشون وقتی میگه من سال 57 16,000 تومان حقوق میگرفتم، 16,000 تومان حقوق در سال 57 شما میدونی یعنی چی؟ یعنی یه چیزی معادل این حقوقای نجومی که امروز میگیرن. بعد اعتباری که یه ارتشی داشته، اون اعتبارش فقط کافی بود بگه من ارتشی هستم، دیگه نیاز نبود هیچی ارائه بده، نیاز نبود حتی به بابا خود عموی بنده که خلبان بود، ایشون هم حالا شهید شده، یک بویوی که صفر رو برداشته بود تو جاده طالقان، حالا ببخشید کاپتان دارم این خاطره تعریف کنم، تو جاده طالقان پستی بلندی داره طالقان به خومی، اینقدر با این بویوک پرواز کرده بود که امتحان کنه بویوک صفر رو، بویوک ایران رو، که باتریش منفجر شده بود و دیگه بویوک راه نرفته بود همونجا ولش کرده بود. وضعیت خلبانای زمان شاهنشاهی اینجوری بوده. این خلبانی که امروز تو میبینی میره تو میدون گمرک لباسش رو میفروشه، پول پیش دانشگاهی بچهش رو بده، یا پوتین خلبانی آمریکاییشو میفروشه، جاکت پروازشو میفروشه که بتونه پول مدرسه بچه‌شو بده، این دردیه که نکبتیه که حکومت جمهوری اسلامی تحمیل کرده به خلبانا و پرسنل ارتش. اینو باید حتما مد نظر داشته. ببخشید خانم تریبون با شماست. من یادم میاد
تبریز خونه ها جدید، خونه های سازمانی جدید تازه ساخته بودن، سوسک و مورچه و اینا توش خونه ها بود، سمپاشی کرده بودن. پسرم کوچک بود اون موقع، 14 سال تازه به دنیا آمده بود، مثل که یه چیزی خورده بود از زمین، مسمومیتی گرفت که رو به مرگ بود. تبریز، خب تبریز تو پایگان بیمارستان داشتیم، تو شهرم بیمارستان بود، ولی دکترها دیدن اونجا قادر نیستن این بچه رو معالجه بکنن. هواپیمای بیمارستان، یه هواپیمای فرنشیپ ما داشتیم، بیمارستان بود، این بیمارستان پرنده بود، اینو فرستادن بچه من از تبریز بردن تهران با هلیکوپتر بودنش بیمارستان کودک، چون حتی بیمارستان نیروهوایی هم قادر نبود، بیمارستان نیروهوایی هم قادر نبود اینو معالجه کنه، فرستادنش بیمارستان کودکان. یعنی تمام اینا در غیاب من اصلا مأموریت بودن، این سیستم زندگی بود. خب از اون برم با فداکاری آدم خدمت میکرد. یادم تو تبریز یه روز سر چهارو باش دادم، دیدم یه بنز خیلی نوش خوش قشنگ داره میره، به اون رانندش پای چراغ قرمز باش دادم، گفتم که این ماشینتون رو میفروشین. خب تبریز میدونستن ماها پایگاهی هستیم، معلوم بود هممون از اصلاح سرمون از فارسی حرف زدن. اون گفتش که بله بیا فردا، سویچشو میذارم محضر برده بود. یعنی اینقدر حسن شهرت داشت پرسنل ارتشی ماشین، یا برای خونه خریدن، وقتی خونه رو میخواستیم بخریم، من یه چک نوشتم برای بیانه گذاشتم برای صاحب فروش، درست مثل که پول گذاشتم من اونجا. بدترین امکان نداشت یه نظامی چک بی محل به کسی بده یا کلا سر کسی بذاره. یه ماموریت میداشتم میمدم امریکا به یکی از دوستانم که از خلبان ها یه لیستی دادم، گفتم علی جان شما حقوق منو بگیر به اینا بده، کاری دارم، قسط دارم، بده بقیهشو نگردم. وقتی برگشتم 12 تا چک امضا کردم دادم بهش. وقتی برگشتم حتی اون پول خوردایی هم که با مثلا 22 تومن و 5000 بود 5000ش هم گذاشت. شما امروز روز یه دونه چک بده به برادرت، به همکار بغلی، نابود زندگیتو نابود میکنه. اصلا اخلاق از بین رفته، انسانیت از بین رفته، شرف از بین رفته، خط قرمز وجود نداره، همه چی دیگه اوکی شده، چه در زندگی های شخصی، چه در زندگی های ارتشی، چه همه چی شده ظاهرسازی، همه چی شده تقلب، همه چی شده بیریشه، همه چی مثل هالیوود نقاشی میکشن اینجا مثلا فلورانسه، پشتش ولی بیابونه هیچ نیست، جمهوری اسلامی هم شده این، همه چی اون تابلو هست که نشون میده فلورانسه. شهرام به نظر میرسی که جناب نصیرخانی داره یک منظومه دیگه رو تصویر میکنه، دور نیست 45 سال. درست میگه جناب نصیرخانی. ببین امروز برای تحقیر بچه نیروهوایی، چون ایشون حالا لباس نیروهوایی بودن تنشون بوده، من عرض میکنم برای تحقیر بچه نیروهوایی فروشگاه شمس رو راه انداختن، میگه بیان مرغ قسطی بخرید پرسنل نیروهوایی. من متاسفم اینو میگم و اشک در چشمانم جمع میشه، یعنی یه ارتشی که جونشو برای میهنش میذاره باید امروز به درجه برسه که بره مرغ قسطی یا گوشت قسطی از فروشگاه نیروهوایی بخره، فروشگاهی که باز دوباره اونم پشت سرش آخوندان و اون سودشو میدوزن و اختلاس شده و کلاهبرداری شده. این درد آدم به کی بگیره؟ بعد انتظار داری شما مثلا اعتبار بمونه؟ اگه توجه کرده باشی همه بنگاه ها، همه اختلاف ها رو میخوام بگم، همه جاهایی که حتی اعتباری جنس میفروشن روی شیشه هاشون زدن، تو خیابون پیروزی که راه میری نوشتن که به پرسنل ارتش ما قسطی جنس نمیدیم. خب این چقدر تفاوت امروز با دیروزیه که هنوز مدت زیادی هم ازش نگذشته. پایگاه نو بود همه جان، تمام پایگاه ها یکی یکی پشت سر هم، من شروع که کردم یه پایگاه بیشتر نبود، دسفور که اسمشون بود، پایگاه دوم شکاری، بلا فاصله همدان شروع شد، یعنی شاید یک سال نگذشت بود پایگاه همدان شروع شد، پایگاه سوم شکاری یه خورده، پایگاه سوم 2 ماه شروع نشده بود تبریز شروع شد پایگاه دوم شکاری، حالا همه وحدتی شد پایگاه چهارم. این 10 تا پایگاه ظرف 9 سال اصلا
اینو بگم، بعض مملکت من 1327 به دنیا اومدم، 10 ساله بودم 1337، امیریه از پهلوی تا راهن درشکه میرفت، ما بچه ها سر کوچه وای میستادیم پشت درشکه ها رو میگرفتیم میپریدیم سواری بخوردیم تا بره، بعد برگشتن بعد پیاده میمدیم چون سربالایی نمیتونست ما رو بیاد. 8 سال بعدش، 8 سال بعد از این من پشت جت نشسته بودم. کدوم کشوری، کدوم جوونی میتونه یه همچی ادعایی رو بکنه؟ 18 سالم بود، 19 سالم بود، خلبان شکاری بودم. 9 سال گذشته و درشکه، پشت درشکه باید نیروی هوایی، نیرویی که یا باید درجه 1ش رو داشته باشی یا درجه 2 و 3 و 4ش میشه اردن و سوریه و لبنان و سوریه که اسرائیل 6 روزه همشون نابود کرد. نیرو هوایی درجه 2 به درد نمیخوره، درجه 3 به درد نمیخوره، یا 1 باید باشی یا مثل اینا دیدن نمیتونن یک باشن، چون یک باشن نمیتونن بدوزن، از خیلی گرونه، نیروهای درجه یک گرونه. بعدم باید تو لیگ بازی درجه یک باشی، باید قدرت آپریشنال رو داشته باشی تو اون لول، باید قبولت داشته باشن اونایی که تو لیگ حساب لیگ برترن، باید هم بازی اونا بتونی باشی، باید بتونی شاخ به شاخ کشورهای که نیروهای درجه یک دارن بتونی با اونا هم مسیر باشی، هم لول باشی. اینو نمیتونن مینتین کنن، اگه بخوام بکنن دیگه نمیتونن دزدی بکنن. در اینجا صرف نظر کردن گذاشتن این، نمیتونن هم بولدوزر بندازن یا خرابش کنن، که یه سازمانیه، یه نهادیه، این نهاده که نمیتونن یا زیر رو بکنن نه تعطیل بکنن، ریزه ریزه دارن مثل موریونه ابین میبرنش. تمام تمرکزشون هم باز برمیگردیم به اول صحبتمون، تمام تمرکزشون هم شده 4 تا موشک بفرستن، نمیدونم تهدید بکنن، نمیدونم ترور بکنن، از این کثافت کاری های عربا که یاد گرفتن. این شده سیستم دفاعیشون، سیستم کاریش. من سال 80 57 که انقلاب شد، من 58 اسفند 58 من بیرون از ایران بودم، تا امروز هم ایران نرفتم، ولی خب ایران از من بیرون نرفته، ایران با من اومده بیرون، اون تیکهش که سهم منه. یعنی من شاید از بچه‌ای که تو ایران هستن اخبار رو بیشتر بدونم تا اونی که توی حالا اونا محدودیت چیزم دارن، بچه‌ای که داخل هست شاید فیلتر بشن نبینن، باز ما حداقل اون محدودیت هم نداریم. اینه که فقط تأسف میخورم وقتی این تیپ این بساطو میبینم، این سر، این پس پستی و این فرومایگی و این عقب افتادگی، و ما میتونستیم کجا باشیم و الان کجا هستیم؟ والا لیاقتمون خیلی بهتر از اینا بود. اینجا سالها، چند سال الان 3 ساله که افتخار همکاری با یه سازمانی دارم، اینا کارشون یه سری تمام افراد تحصیل کرده متخصص ایرانی هستن که مشکلات ایران رو در زمینه‌های مختلف بررسی کردن و راه حلش رو پیدا کردن که راه چاره چه برای رفع این مشکل. همه متخصص، همه متخصص های بین المللی، کسایی که تو دنیا شناخته شده هستن، وقتی که میرسن میبینن جاده رو میشه ساخت، کارخونه رو میشه ساخت، ماشین رو میشه ساخت، اخلاق از بین رفته، اخلاق رو نمیتونن، 3 نسل 4 نسل طول داره تا این اخلاق انسانیت برگرده به مردم. بد شدن، برادر به برادر خیانت میکنه، خواهر به برادر خیانت میکنه، هر خونه ای رو نگاه میکنی، هر خونه واده ای رو نگاه میکنی، میبینی دلش بره که میگه خواهرم مال و اموال منو خورده، دستش خونم رو سپردم، خونم رو رفته به اسم خودش کرده، نمیدونم خونه رو به 5 نفر فروختن، یه خونه رو ببینی، اصلا پدر سخت بازی ها، حق بازی هایی که از آدم به فکرش نمیرسه. این شده وضع مملکت. متاسف. آقای شهرتی یه ویدیو داریم، کایک و تیدو مربوط به اعتراضات بچه های ارتشی به بنیاتابان نیروی زمین، اونو میتونیم بنیاتابان ارتشی رو پخش بکنیم، برگردیم دوباره تو استودیو. آی باهدگان جیدگر،
مال رفتگان تو قرار بود به اون آپارتمان بدن باش بدن پول به اونو گرفتن تمامند اون کردن بدبخت اون کردن پنج فروردین بگو تاریخ بگو جارت رو کنه بگو تاریخ رو بگو امروز هم 25 فروردین 403 شهرام جناب نصیرخانی میگه از فاصله ای که سوار درشکه بودم تا پشت جت نشسته بودم 9 سال بیشتر طول نکشید. الان فرق افسری که صبح در خانه احیانا ماموریت گشت میره تا زمانی که برگرده تو اسنپ کار بکنه 9 ساعت. با این وضعیت چه میشه کرد؟ ببین ارتشی که اون موقع داشت به اون سرعت روش میکرد جوری بود که شاهنشاه یه سفر خارجی تشریف داشته و عراق یه ذره دلش خواست شیطنت بکنه. حمله ای کرد به کشور ما، به کشور ایران. کسایی که روی کار بودن شاه وقتی باهاشون تماس گرفت گفتن شاهنشاه ما تو بصره هستیم، اگه اجازه بدید نهار رو در بغداد بخوریم. این قدرت و اقتدار ارتش بود اون زمان. آیا امروز هم این اقتدار وجود داره؟ نه. اینی که ایشون میفرماید 9 سال طول کشید من برم بشینم پشت جد، دقیقا درست میفرماید. ولی امروز اون نظامی که میره پای کار میره سریع 8 ساعت 9 ساعتش رو سر کار تمام بکنه، درست همون جا تو پارکینگ اداره، تو پارکینگ یگان لباسش عوض بکنه، لباس شخصی بشه، بره اسنپ کار کنه یا بره شغل دوم، شغل سوم، بعضا شغل سوم، بعضیاشون شغل چهارم هم دارن. خب دیگه شما این نظامی که اینقدر فکرش درگیره، این نظامی که اینقدر فشار زندگی یقشو گرفته، نمیدونم ستون فقراتشو داره فشار میده، انتظار داری ازش چجوری خدمت کنی؟ چجوری اصلا تو جنگ با این نگرانیاش بیاد پای کار؟ همین که الانم هم تو سیل و اینجور چیزا میبینیم باز میان از خودگذشتگی نشون میدن، خیلی کار بزرگی میکنن با توجه به همه این ناملایمتی ها که شده، با توجه به همه این تغییرهایی که میشن، باز پای کار ایستادن فقط به عشق اون وطن و اون خاکه. اونایی که خودشون رو فروختن که اصلا بحثی نداریم توش، خود فروختن اونا سهمشون هم از سفره انقلاب برداشتن، ولی همه بدنه که اینجوری نیستن که. متاسفانه قشر ضعیف جامعه امروز شدن ارتشی، اون قشر پرنده جامعه که جناب نصیرخانی فرموندن دیگه اون نسل نیست توی ارتش. چی بکنم دیگه؟ واقعیت هم یه پرسش برای من مطرحه. به هر حال وقتی با نظامیان پیشکسوت صحبت میکنیم، اونهایی که قبل از انقلاب در ارتش خدمت میکردن، اغلب مثلا تار میزنن، اهل موسیقی هستن، آهنگ میشناسن، سینما رو میشناسن، اهل کتاب و کتابخانی هستن. بعضی از اونها اینقدر قدرتمندن که به هر حال تنون تو تدریس هم میکردن، ولی شغل دوم به معنای اینکه سفره رو پرتر بکنن یا به فکر معیشتشون باشن وجود نداشت احتمالاً با توجه به صحبتهایی که شما میگید. امروز فکر میکنید چقدر به حیثیت یک نیروی نظامی لطمه میخوره وقتی که مجبور باشه برای یک وام 3-4 میلیونی گردن کش کنه جلوی آخوند و پادگان و پایگاه، یا اینکه بره التماس رو یک مسجدی بکنه مبلغی بهش بدن شهریه دانشگاه بچهش رو بده؟ همه جمعا شغل دوم و سوم داشتیم. تمام خلبان ها غیر از کار پروازی، حالا معلم بودن، تست پایلوت بودن، غیر از کار تخصصی خود، من غیر از کار تخصصی خودم باید یه مسئولیت دیگه، من سالها رئیس امنیت پرواز تبریز بودم، رئیس امنیت پرواز شاروخی بودم، رئیس امنیت پرواز بوشهر بودم، مسئول باشگاه افسران بودم، اواخر هفته باید ارکستر می آوردیم از تهران، از شیراز، برای روحی رفاه پرسنل، برای اینکه خسته نشن، برای اینکه روحیه شادی داشته باشن، بودجه بود برای روحیه رفاه اینا، میرفتیم با هواپیما میرفتیم
ارکستر می آوردیم، خواننده می آوردیم، اگر خواننده چیزی نبود برنامه بینگو برمی‌ذاشتیم، مسابقه یه سرگرمی درست می‌کردیم، هم درجه دارا هم افسرا. وقتی ارکستر می اومد یه شب برای خانواده افسرا برنامه می‌ذاشت، یه شب فرداش برای درجه دارا یا ما. اینا وقتی میگم یا باید درجه یک باشی یا درجه دو سش به درد نمیخوره، درجه یک اینا هم داره، فقط پرواز ما همه باید شغل دوم و سوم میداشتن، ولی نه به خاطر تأمین معاش که اینا اصرار به خاطر کم بوده کار، به خاطر اینکه نیرو هوایی داشت چهار اسبه هشت اسبه جلو میرن، لازم بود هر یه نفر به جای چهار نفر کار بکنه، لازم بود سر کارمون بخوابیم، لازم بود روزی 18 ساعت 16 ساعت کار کنیم به جای 8 ساعت. ما صبح قبل از طول آفتاب که میرفتیم پرواز، اگه پرواز شب بود اونجا 9 شب 10 شب میرسیده به خونه، اگه پرواز شب نبود ساعت من زود یادم سرویس ساعت نمیدونم 2 یا 3 تموم میشد، اصلا یادم نیست سرویس کی تموم میشد، چون من شب ساعت 8 میرفتم خونه 9 میرفتم خونه، اصلا تو پایگاه زندگی میکردیم ما. شما هر شرکتی هر کمپانی رو در نظر بگیر که پرسنلش تو محل کار بخوابن به جای 8 ساعت 16 ساعت کار بکنن، اون وقت میگم اون کمپانی اونم با جون و دل و رقابتشون هم تو بهتر بودن تخصصش رو باشه، ببین اون کمپانی به کجا میرسه، اون شرکت به کجا میرسه، اون مملکت به کجا میرسه. الان هیچ کدوم اینا نیستش، الان دلخوشی نیستش، همه دل مرده، همه غمگین، اصلا قیافه ها غمگینه، همه عصبانی هن، همه طلبکارن، همه بیادبن، حرف زدنشون من خیلی از حرفایی که میزنن نمیفهمم اینا چی میگن، این لغت های جدید آوردن، بیادب شدن همه مامورین که اصلا آدم اینایی که من که خوشبختانه سر و کاری باشون نشدم، از بیادبی اصلا شوری آموخواست هستن. این شده بساطی که الان هستی. ممنون از هر دو همراه گرامی، برنامه خودتون بود، حتی نمیتونم بگم که مهمان، به ویژه جناب نصیر خانی میدونم که پرمشغله اید، تشکر ویژه دارم از شما که در این برنامه بودید، از شهرام سبزواری عزیز که همیشه کنار ما هستند و آقای شهرتی که برنامه رو اداره میکنند، از اینکه بیننده این برنامه بودید بسیار سپاسگزارم. تا برنامه بعد من یه تشکر بکنم از جناب نصیر خانی گرامی، باعث افتخار بود کنار شما پیش کسوت بزرگوار این برنامه رو رفتیم جلو، و امیدوارم جوانانی که امروز لباس مقدس دفاع از کشور، نه از آخوندا، لباسی که از اون مردم دفاع میکنه و از مردم حمایت میکنن، این برنامه رو ببینن و فرق یک نیروی ارتش شاهنشاهی با ارتش امروز رو خودشون دیگه مقایسه کنن و برسن به اون نتیجه‌ای که باید برسن. اگه عزت میخوان، راهش پشت مردم ایستادنه، راهش حق طلبیه، راهش مبارزه با رژیم فاسد، چیز ننداختن به هموطنشون. اینا مدافع هموطناشون باید باشن، نه اینی که پشنده هموطناشون باشن. اصلا نمیدونم، میگم تمام استانداردها و تمام خط ها از بین رفته، خط همه محدودیت ها از بین رفته. به هر حال سعادتی بود در خدمت شما باشم حامد جان. شما جناب سبزواری موفق باشین، برنامه خوبی دارین، ادامه بدین، خسته نباشین، به دنبال پاداش نباشین، کارتون پاداش داره، خودش درش مستطره. سپاسگزارم. تو امثال تو را مقتول میکردن صدا، تو تصویر مرا به خاطر بسپار، ما نیز تصویر چهره تو را به خاطر داریم. مردم، من و همرزبانم در ارتش تا آخرین نفس در راستای احقاق حقمان در کنار شما ایستاده ایم. مسئله اول و آخر عدالت آزادی میهن است. ما زندگی